افغانستان کشور نیازمند به صدها هزار تن گندم. واردات صدها هزار تن محصولات زراعتی از کشورهای منطقه و همسایه. این همه در موجودیت دشت‌های پهناور در کنار دریای خروشان جیهون، دریایی که از قله‌های پامیر سرزمین لعل و لاجورد سرچشمه می‌گیرد و صدها کیلومتر فاصله را در ولایت‌های شمال کشور می‌پیماید. در عدم استفاده از این سرمایه بیبدیل و ارزشمند، نه تنها دشت‌های حاصلخیز ما تا هنوز از کشت باز مانده، بلکه سالانه صدها جریب زمین در مسیر این دریا قربانی آب خیزی ها می گردد. شرکت انکشاف ملی پروژه را زیر نام کانال آب زراعتی خشت په آغاز نموده است. آری، اهمیت و جایگاه کانال آب زراعتی خشت په برای مردم این سرزمین ظاهر و هویداست. کار این پروژه بزرگ ملی با حضور گسترده مردم، مقامات بلندپایه امارت اسلامی توسط شرکت انکشاف ملی افتتاح گردید. خشت په، این پروژه بزرگ ملی صدها هزار هکتار زمین‌های خشک و بی‌حاصل را تحت آبیاری قرار خواهد داد. محصولات زراعتی با ارزش همچون گندم، پنبه، جواری، هنگ و ده ها محصول دیگر را در زمین های ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب با کیفیت عالی در خود می پروراند. شرکت انکشاف